سرخط خبرها و مهمترین ها. ساله، بازداشتان دختران از آموزش هدیه معامله غربی ها با گروه طالبان در دوحه است. رئیسان جمهور ایران و تاجکستان از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خبری که با شنیدنش دردهایتان را فراموش میکنید. روزهای خوش افغانها شروع شد. مشروع خبرها. معاون نخست رئیس جمهور گروزی افغانستان درباره بازداشتن دختران از آموزش از سوی گروه طالبان گفته است که این هدیه معامله دوحه برای دختران افغانستانی است. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان در دومین سالگرد بازداشتن دختران از آموزش از سوی گروه طالبان در برگه اکسش با نشر کارتون نوشته است قرار است سازمان ملل این روزها درباره وضعیت افغانستان گفتگو کند و این نیاز است به یک اراده قوی متحد برای برداشتن مانع هیولا از سر راه دختران برای ورود به کلاس و یادگیری وجود دارد. او در ادامه لابیگری برخی مقام‌های غربی برای گروه طالبان را نکوهش کرده و نوشته است گهگاه طرف‌های غربی در توطئه معامله دوحه مخالفت خود را با مبارزه مصالحانه برای رهایی مردم افغانستان از این حکومت وحشیانه بدون ارائه راه حل‌های جایگزین منطقی اعلام می‌کنند. او با نکوهش ملاهای انگلیسی که چند روز پیش در افغانستان آمده و برای گروه طالبان لابی کرده بود انتقاد کرد و نوشته است اگر این کارتون را دیدید لطفاً آن را برای لابی های ملا مستقر در بریتانیا نیز ارسال کنید. در بردگی زنان هیچ منطقی وجود ندارد. برخی از لابی ها می گویند که این بر اساس فرهنگ مردم افغانستان است. از کدام افغانستانی ها پرسیده شد که آیا در این باره همه پرسی، نظرسنجی یا لوی اجرگه برگزار شده است؟ البته که نه، این بر اساس فرهنگ مدرسه حقانیه و شورای کویت است. رئیسان جمهور ایران و تاجکستان از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رسانه های ایرانی از دیدار ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در نیویورک خبر دادند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری صدا و سیما این دیدار روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. بر اساس این گزارش رهبران دو کشور ضمن ابراز نگرانی از حضور و فعالیت تروریست‌ها در افغانستان بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک وزیران خارجه کشورهای همسایه برای افزایش هماهنگی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کردند. آنان در این دیدار عدم دخالت بیگانگان در مسائل کشورهای منطقه را در ایجاد امنیت پایدار لازم و ضروری عنوان کردند. جبهه آزادی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد 5 کشته و زخمی طالبان در شهر پلخمری بغلان در اثر عمله و پراتفی چریکی‌های جبهه آزادی افغانستان شام دیروز مورخ 28 دسامبر 1402 خورشیدی بالای موتر حامل ملا گلاله مشهور به ابوذر یک تن از سردسته‌های مهم گروه طالبان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سه طالب به شمول ابوذر به هلاکت رسیده راننده و یک سرنشین دیگر این واسطه نیز زخمی شدند. ملا گلاله از فرماندهان ظالم طالبان در ولایت بغلان بود. او به بازرسی خودسرانه خانه های مردم اقدام میکرد. افراد مظنون به عضویت در جبهات ضد طالبان نیروهای امنیتی پیشین و جوانان فعال را بازداشت میکرد. در برخورد خشونت‌آمیز و غیر انسانی با مخالفان طالبان و تفکر طالبانی مشهور بود. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نمیگویند. دولت بریتانیا می گوید دیگر از هتل‌ها برای اسکان مهاجران افغان استفاده نمی کند. 85% مهاجران افغان در بریتانیا به اقامتگاه‌های دائمی انتقال پیدا کردند. دولت بریتانیا می گوید که از 31 اگست سال جاری دیگر از هتل‌ها برای اسکان مهاجران افغان استفاده نمی کند و همه افغان‌ها از هتل‌ها خارج شدند. در ادلاعیه دولت بریتانیا که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است اکثریت شهروندان افغانستان که در دو سال گذشته در هتل‌ها زندگی می‌کردند به اقامتگاه‌های دائمی انتقال پیدا کردند تعداد محدود هم برای اسکان دائمی به شوراهای محلی معرفی شده و در حال حاضر در مکان‌های موقت اقامت پیدا کردند این اعلامیه می‌گوید از ماه مارچ هم 55 هتل که برای نزدیک به دو سال میزبان افغان‌های مهاجر بودند روند تخلیه مهاجران افغان را آغاز کردند و 31 اگست سال جاری هیچ مهاجر از افغانستان در هتل‌ها باقی نمانده است.
رابرت جنریک وزیر مهاجرت بریتانیا می گوید که 2 سال قبل ما در یک برنامه تخلیه بزرگ در حدود 15,000 شهروند افغانستان را از شر طالبان نجات داده و به بریتانیا آوردیم، ولی بحران مسکن و نبود سرپناه باعث شد تا این مهاجران در هتل‌ها جابجا شوند. اما با گذشت بیش از 1 سال از حضور مهاجران در هتل‌ها، آنان میل برای خارج شدن از هتل‌ها نداشتند. وزیر مهاجرت میگوید وزارت کشور بریتانیا تلاش کرد تا برای هم افغان‌ها اقامتگاه‌های دائمی تهیه کند. حال مهاجران میتوانند در این خانه‌ها برای زمان طولانی زندگی کنند، به دنبال کسب کار باشند و برای خود و فرزندانشان ثبات ایجاد کنند. در همین حال جانی مرسل وزیر کهنه‌سرباز جنگ افغانستان نیز میگوید که 85% تمام افغانهایی که در 2 سال گذشته به بریتانیا انتقال یافتند در خانه های جدیدشان ساکن شدند. برای بقیه هم شوراهای محلی در حال جستجوی خانه اند، ولی تا آن زمان این افراد در مکانهایی برای اسکان موقت به سر خواهند برد. جانی مرسل میگوید هدف تعیین شده برای 8,000 مهاجر افغان این بود که در 55 هتل جابجا شوند. حالا هیچ کس در هتل‌ها نیست و هتل‌ها روال پذیرش طبیعی خود را از سر گرفتند. به گفته مرسل حضور افغان‌ها در هتل‌ها روزانه 1,000,000 پوند هزینه برای دولت داشت. دولت بریتانیا برای اسکان دائمی مهاجران افغان حدود 250 میلیون پوند از صندوق توسعه مسکن را به شوراهای محلی منتقل کرد تا در حدود 1,200 اقامتگاه جدید برای آنها ساخته شود. با این حال تعداد از مهاجران افغان همچنان خود را به عنوان بی‌خانمان معرفی کردند. بیشتر این افراد به گفته مقام‌های دولت کسانی هستند که حاضر نشدند به اقامتگاه‌های تازه‌ای که در منطقه دیگر برای آنها در نظر گرفته شده است بروند. وزارت کشور بریتانیا میگوید تا کنون 1,188 خانواده همچنان وضعیت خود را به خانمان معرفی کردند، هرچند تعداد نیز گفتند که تا هفته بعدی به خانه‌های خود خواهند رفت. دلیل اصلی ادامه به خانمانی تعداد از مهاجران این است که آنان در طول 2 سال گذشته توانستند خود را با محیط‌هایی که در آنها اسکان موقت پیدا کرده است وفق دهند. تعداد در همین مناطق صاحب کار شدند و فرزندان خود را نیز به مدارس و دانشگاه‌ها فرستادند. آنان میگویند منتقل شدن از این منطقه آنان را مجبور می‌کند تا دوباره از نقطه صفر شروع کنند. این افراد حاضر نیستند به مناطق تعیین شده جدید که اکثراً خارج از لندن است انتقال یابند. دولت بریتانیا میگوید در تلاش است تا آخر سال جاری همه مهاجران را که هنوز صاحب محل سکونت دائمی نشدند به اقامتگاه دائمی منتقل کند. دولت بریتانیا از 15 مگس سال 2021 حدود 24,600 شهروند افغانستان را که سالها با نیروهای این کشور در افغانستان همکاری داشتند یا جانشان در افغانستان تحت سیطره طالبان در خطر بود به بریتانیا انتقال داده است. با این حال تعداد از سازمان‌های حمایت از مهاجران میگویند هنوز هم تعداد زیاد از افغانها منتظر انتقال به این کشورند. با گزارش نشریه استاندارد 4 در 750 شهروند افغانستان که پرونده هایشان مورد تایید قرار گرفته است منتظرند به بریتانیا انتقال پیدا کنند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.